سرخط خبرها: طالبان تفاهم‌نامه را با شرکت‌های روسیه، ایران و پاکستان امضا کردند. دستگیری رئیس زراعت گروه طالبان در پنجشیر به اتهام همکاری با داعش. افشای راز بزرگ که سرنوشت هر افغان به آن رقم خورده است. ادعای وارد شدن تلفات بر اعضای تحریک طالبان پاکستانی در اثر یک انفجار در خوست. مشروع خبرها: وزارت امور خارجه افغانستان خبر داد که طالبان تفاهم‌نامه زیربنایی را با شرکت‌های روسیه، ایرانی و پاکستانی امضا کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان، نمایندگان تجارتی روسیه، سرمایه‌گذاران ایرانی و متخصصین پاکستانی در کابل در اوایل ماه فوریه یادداشتی در مورد پروژه‌های زیربنایی با سرمایه عمومی 1 میلیارد دلار را امضا کردند که منجمله در ارتباط استیشن برق، استخراج معدن و نوسازی خط لوله گاز در هرات می باشد. وزارت روسیه خود نشان کرد که اطلاعات مربوط به ایجاد اتحادیه 1 میلیارد دلاری بین روسیه و افغانستان بر اساس تفسیر عمومی نادرست از توافقنامه ای است که مقامات افغانستان با یک شرکت خصوصی روسی به دست آوردند. بر اساس تفاهم‌نامه چهار جانبه که به تاریخ 5 فوریه در کابل امضا شد، وزارت صنعت و تجارت افغانستان، جمعی از سرمایه‌گذاران ایرانی، گروهی از متخصصان پاکستانی و نمایندگان تجارت روسیه در مورد اجرای تعداد وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان، اپراتور اقتصادی یعنی شرکت روسیه قصد دارد نیروگاه حرارتی زغال سنگ TPP با ظرفیت 200 مگاوات را در ولایت سمنگان بسازد. در تفاهم نامه با سرمایه بالغ بر 1 میلیارد دلار 7 پروژه سرمایه گذاری دیگر ذکر شده است: اعمار شهرهای کابل نیمروز، بازسازی تونل سالنگ، سیستم آب پنجشیر کابل، استخراج معدن، نوسازی وزارت امور خارجه تصدیق کرده است، خط لوله گاز در ولایت هرات، ذخایر زغال سنگ و همچنین ساختن تصفیه خانه ها. دستگیری رئیس زراعت گروه طالبان در پنجشیر به اتهام همکاری با داعش. منابع گفتند که گروه طالبان رئیس اداره زراعت خود در پنجشیر را به اتهام همکاری با داعش در کابل دستگیر کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افغانستان انترنشنال، به گفته منابع، قاری عبدالمجیب در هنگام دستگیری با خود مواد منفجره داشته و استخبارات طالبان این مواد را ضبط کرده است. منابع افزودند که این مقام طالبان در حال حاضر در بازداشت نیروهای اداره استخبارات طالبان در کابل به سر می‌برد. قاری عبدالمجیب دومین مقام ملی طالبان است که در جریان یک هفته پسین به اتهام همکاری با داعش بازداشت می‌شود. رزاق مامون گزارش می‌دهد: راز واگذاری سفارت به طالبان چی بود؟ پالیسی ایران، نزدیکی بین جبهه مقاومت و طالبان. خلیل‌زاد: مأموریت بعدی من ایران است. چه کار از دست خلیل‌زاد ساخته است؟ ایرانی‌ها مگر نمی‌دانند او بر سر افغانستان چی آورد؟ سیاست ایران: انصراف از جبهه مقاومت زیر طالبان است، متحد کردن آنان با طالبان است. گزارشی بود از رزاق مامون، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. ادعای وارد شدن تلفات بر اعضای تحریک طالبان پاکستانی در اثر یک انفجار در خوست. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در نتیجه یک انفجار در ولایت خوست، 6 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی به شمول قماندانان مهم این تحریک کشته و کم از کم 15 تن دیگر زخمی شدند. بخش دیوای صدای آمریکا به نقل از روزنامه دی نیوز پاکستانی گزارش داده است که این انفجار روز پنجشنبه زمان به وقوع پیوست که اعضای مهم تحریک طالبان در مرکز خوست گرد هم آمده بودند. این روزنامه به نقل از منابع خود گفته است که در میان قربانیان این انفجار عبدالمنان، عالم خان، مداخل و گجیر از قماندانان برجسته تحریک طالبان پاکستان شاملند. منابع به این رسانه پاکستانی گفته است که در میان مجروحین این انفجار فضل امین، محمد الیاس طوفان و کنورپایو خان از قماندانان مهم دیگر این تحریک قرار دارند. در این حال برخی شاهدان عینی میگویند که اولی ساعت 1:30 دقیقه پس از چاش صدای یک انفجار نسبتا قوی را در مرکز ولایت خوست شنیدند. یک شاهد عینی که به دلیل تهدیدات امنیتی از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به صدای آمریکا گفت که این انفجار در نزدیک مسجد جامع سفید به وقوع پیوست و پس از آن جاده های منتهی به این محل توسط افراد طالبان مسدود شد.
او اضافه کرد که این انفجار به حد قوی بوده است که در دقایق نخست بسیار از باشندگان محل فکر می‌کردند که این رویداد ناشی از بمباران طیاره‌های بی‌سرنشین به محل بودباش آورگان وزیرستان شمالی بوده است. به گفته باشندگان ولایت خوست، این انفجار در محل صورت گرفته است که بسیار باشندگان آن مهاجرین وزیرستان شمالی هستند و چندین سال به این سو در این محل زندگی می‌کنند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما برخی از مقام‌های طالبان بر رسانه‌های ملی در خوست گفتند که این رویداد ناشی از انفجار بالون گاز بوده است. این در حالی است که حدود هفته قبل یک هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع آن کشور به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان گفتگو کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفته بود که مقام‌های این گروه در دیدار با هیئت پاکستانی گفتگوهای واضح و مفصل درباره نگرانی‌های امنیتی پروازهای طیاره‌های بی‌سرنشین و فعالیت گروه‌های مسلح داشتند. سرکرده مافیای ایتالیا با استفاده از رویجایی از زندان فرار کرد. تلگراف: فرار رئیس باند مافیای ایتالیا در ویدئوی ضبط شد که اما محبوس توانست فرار کند. به گزارش اسپوتنیک، رئیس مافیا نوای ساردیانو ایتالیا با وصف که امنیت محبس کاملا تامین بود توانست از زندان فرار کند. تلگراف خبر داده است که مارکو رادوانو تبهکار ایتالیایی توانست با استفاده از رویجایی های با هم گره خورده فرار کند. رئیس مافیایی اوپولیا ساکرا کروناوتیندا مارکو رودوانو 40 ساله در 24 فوریه از شدیدترین مستعمره ایتالیا بداو کاروس در شهر نیورو فرار کرد. او در آنجا محکومیت 18 ساله خود را به اتهام قاچاق مواد مخدر سپری کرد و در انتظار محاکمه جدید به اتهام قتل بود. در زمان فرار که در ویدیو ضبط شد، مجرم تنها 4 سال را در زندان سپری کرده بود. رادوانو که با نام مستعار پالونه نشناخته می شود، ندانی خاص محسوب می شد و به عنوان یک تشویق مقامات زندان به او اجازه دادند در کتابخانه طبقه بالای ساختمان کار کنند. این به احتمال زیاد به مافیوزها اجازه داد تا برای فرار برنامه ریزی بکنند. با مشاهده محیط بیرونی از کتابخانه می توان جدول زمانی حرکت مافیوزین و زمان را محاسبه کرد که هیچ کس از پنجره های این طرف ساختمان نظارت نخواهد کرد. قرار بود باید زندانی 2 ساعت قبل یعنی 19 دقیقه از کتابخانه به محبس خانه برمیگردید. عدم موجودیت وی مورد توجه رهبری محبس قرار گرفت که وقت آن گذشته بود. ماسک: رویدادهای آرتوموفسک را می توان در نقشه دید. ایلان ماسک توانست نقشه محاصره آرتوموفسک توسط قوای مسلح روسیه را مشاهده کرد. به گزارش اسپوتنیک، ایلان ماسک سرمایه‌گذار آمریکایی به گزارش نقشه‌ای که بر مبنای آن نظامیان اوکراینی در آتومورفکس عملاً توسط قوای مسلح روسیه محاصره شدن عکس العمل نشان داد. وی در توییتر زیر پست که نقشه قرار گرفتن نیروها در این شهر را نشان می‌داد نوشت: عملاً محاصره شده است. چند پیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر از شرایط سخت قوای مسلح کشور در این جبهه خبر داده بود. به گفته وی وضعیت نظامیان اوکراینی در این منطقه دشوارتر می‌گردد.